أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ترجمة: و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وا می دارند و از کارهای ناپسند باز می دارند و نماز را برپا می کنند و زکات می دهند و از خدا و پیامبرش فرمان می برند. آنانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد، که خدا توانا و حکیم است جل جلاله. و اما بعد، حضور شما بیننده های عزیز، مادران، پدران، خواهران، برادران، جوانان، نوجوانان و اطفال نازنین دختر پسر هر کنج کنار افغانستان غم زده که مرا میبینین، سیمونه السلام علیکم و رحمت الله و برکات و عرض میکنم. امیدوار هستم از نعمت صحت و سلامتی کامل جسمی و روحی برخوردار و دومرات زندگی خود موفق و کامگار باشین. بازم افتخار دارم و خوشحال هستم، شاکر هستم از رب العالمین که به ما توفیق عنایت فرمود تا از طریق برنامه 175 اسلام زن و زندگی مهمان خانه های شما عزیزا باشم. برنامه را با مناجات از خواجه خواجگان خواجه عبدالله انصار شروع میکنیم که میگم: ای نزدیکتر به ما از ما و مهربانتر به ما از ما، نوازنده ما بی ما، و کرم خیش نبه سزای ما، نه کار به ما، نه بار به طاقت ما، نه معاملت در خور ما، نه منت به توان ما، هرچی کردیم تاوان بر ما، هرچی تو کردی باقی بر ما، هرچی کردی به جای ما، به خود کردی نه برای ما. بیشک خداوند چنان عشقی که به عرفا و متصوفین عنایت فرمود به ما هم عنایت فرماید. بیننده های عزیز، افتخار دارم که در این برنامه باز هم جناب استاد عبدالرؤوف توانا را با خود دارم. خوش آمدین برادر عزیز. در شروع برنامه اگر سلام و کلامی برای بیننده های عزیز دارین بفرمایید. سلامت باشین، سلامتی شما و سعادت دارین از خداوند صدا دارم. امیدوار هستم که خداوند توفیقات بیشتر عنایت بفرماید تا این برنامه ها به صورت مستمر قایم و جاودان باشه و به همه بینندگان عزیز همچنان درود و سلام بفرستم. امیدوار هستم هر جایی که باشن در پناه حضرت حق قرار بگیرن، از وسایس و دسایس شیاطین انسی و جنی در امان باشن. آمین. جزاک الله جناب استاد، تشکر می کنم که بازم وقت دادین برای ما و در برنامه حضور پیدا کردین. این روزها حرف ها زیاد است در رابطه به علم و دانش، و قرآن عظیم و شان آیات زیادی دارد در مورد فضایل آموزش علم و دانش. و آله سوال ایجاد میشه که اصلا علم چیست و آموزشش چرا ضرور است؟ و آیا علم علم دین است یا علم دنیا هم است؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفا، سلام علی عباده الذین اصطفا، و بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. و النبی صلی الله علیه و سلم قال: انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاحرار. در آغاز بجا میدانم که خدمت همه عزیزان برنامه از خداوند متعال موفقیت دارین استدعا نموده و همچنان تشکر و سپاسگزاری دارم از خواهر هدفمند، دردمند، یادگاری بزرگترین شخصیت امت اسلامی، مرحوم شهید استاد عطاالله فیضانی رحمت الله علیه، که با جمعی از شخصیت ها از سرتاسر افغانستان 12,000 از بهترین جوانان مؤمن در زندان پلچرخی به شهادت رسیدند و به عنوان وارثین آن شهدا مأموریت و مسئولیت ما است که پرچم آن مردان دعوتگر مؤمن و با بصیرت را همیشه در اهتزاز نگه داشته باشیم. علم واژه بسیار عظیم و کریم است که
علما دانشمندان هر کدام پیرامون از این کتابهایی نوشته کردند و قرآن کریم برتری انسان را در برابر ملائک بر اساس علم به نمایش گذاشت. بله. علم نور است و علم سلطان. علم برای انسان هم روشنی و هدایت می آفریند و هم برای انسان قدرت و اقتدار می بخشد. بشک. زمانی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم خیش را به عنوان معلم و معرفی می گیرد، رابطه معلم با علم یک رابطه وجودی هست. دقیق. عظمت علم آنقدر بزرگ است که پیامبر اسلام بعد از رسالتشان خیش را به عنوان معلم به جامعه به معرفی می گیرند. شک. چون معلم بودن انسان سازی است دقیقا. و انسان را با زیور علم انسان می سازد. همه پیامبران الهی از آدم تا خاتم انبیاء علیه السلام همه معلم بودند، همه دقیقا. مسئولیت ای را داشتند که به جامعه علم برسانند. قرآن کریم موضوع تزکیه، تعلیم و حکمت الهی این چهار واژه کلیدی را در دعوت همه انبیاء الهی به معرفی میگیرد که رسولان الهی مأموریت دارند و مکلفیت دارند که انسان سازی کنند و انسان سازی از طریق علم و کتاب و تزکیه و حکمت تنها میسر است. تعلیم و تربیت در حقیقت یکی از اهداف استراتژیک و یا اهداف راهبردی همه انبیای الهی است. اشک. از اسلام یگانه معجزه ای که امروز باقی مانده است از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم کتاب است، قرآن است. اگر بر سایر معجزه همه انبیا علیه السلام ما مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهیم، چون معجزه آنها علم و کتاب نبود، از موسی علیه السلام امروز عصایی که آن معجزه بود دیگر وجود ندارد. در میان آنانی که موسی علیه السلام را امروز پیروانشان معتقد دارند هیچ نوع معجزه از آن وجود ندارد و معجزه از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم به عنوان قرآن، این کتاب دست ناخورده که به عنوان سلطان کتاب هاست، بله. به عنوان یک معجزه جاودان الی یوم القیامه وجود دارد. دیگر شتر سالی به عنوان معجزه سالی علیه السلام نیست. بله. دیگر ای که انتقال یک تخت بلقیس دیگر تحقق پیدا نمی کنه. بله. دیگر موضوع تسخیر جنیات به عنوان معجزه وجود ندارد. اما آن چیزی که به عنوان امت پیامبر آخر الزمان با او افتخار داریم، افتخار علم و دانش و بینش و کتاب و حکمت است که از پیامبر صلی الله علیه و سلم باقی مانده. در قرآن کریم واژه کتاب 255 مرتبه و واژه علم 282 مرتبه ذکر شده است. قلم دو مرتبه که خداوند متعال نون و القلم و ما یسترون، با قلم قلم بدستان مؤمن به قلم قسم یاد میکنه و قلم را شاهد میگیره. آن سوره مبارکه اقرأ که نخستین آیه از نزول قرآن کریم است که اقرأ بسم ربک الذی خلق، آغاز فرمان خداوند متعال برای امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از بیانگر علم و عظمت علم و عظمت دانش و خواندن و دانش و بنش است. بهترین پادشاهان آنان هستند که به در خانه عالمان می روند و بدترین عالمان کسانی هستند که در دربار پادشاهان قرار دارند.
دقيقا. اگر ما دقت بکنیم و ما آثار و تالیفات علما و شخصیت های مهم امت اسلامی را مورد مطالعه قرار بدهیم، عالم به دو بخش تقسیم کردند، یکی عالمای واقعی وارثین انبیا، دیگر عالمان سو وارثین شیطان. بله و قرآن کریم هیچ واژه‌ای که منزلت و مقام بالاتر از آن نباشد در باب عالم، در باب دانشمند مؤمن استعمال کرده است که الیستوی الذین یعلمون، و در این استقامت آنانی که میدانند و آنهایی که نمیدانند، و علما را به عنوان نور به معرفی گرفته، و علما کسایی هستند که پرچمداران حیات طیبه هستند، و همونطور کسایی که در برابر دین مقدسات از نام علم از آدرس علم استفاده و سو کردن مصداق آن بلعم باورا و شیخ برسیساس و استعمال کلماتی که قرآن کریم در باب آنها تذکر داده، کلمه کلب را در باب علما و سو استعمال کرده، همونطور که بالاترین موقف علما در قرآن کریم دارند، بله پایین ترین کسانی که ابترن و از هر جنبنده پایین ترن آنهایی هستند که در برابر علم و در برابر دین و توانمندی های علمی را در زیر پای قدرت های استعماری می ریزند، مطابق ارزش های علمی حرکت نمی کنند. نقش قلم، شما متوجه باشین که ارتباط مستقیم با علم می گیرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم مداد علما را افضلتر از خون شهدا به معرفی میگیرند. دقیق. این علم است و علماست که مکتب و اندیشه میسازند و جبهات را گرم میسازند و سربازان و مجاهدان هدفمند تربیت میکنند. اگر خدای نخواسته تربیت و تزکیه مکتب و اندیشه در عقب جبهات جهاد و مبارزه نباشد، و جنگجویان بی هدف و تفنگداران بی فرهنگ جنگجویان بی هدفند، اما که بعد از پیروزی پرچم اسلام را پایان می کنند و پرچمهایی از تعصبات، پرچمهایی از بی عزتی را بلند می کنند. ما در طول تاریخ در همه کشورهای اسلامی اغلبا مصداقی از این را می توانیم پیدا بکنیم. علم است که انسان را هم در جبهات، هم در مبارزه، هم در برابر جبهه نفس، هم در برابر جهاد اکبر مدیریت می کند، بصیرت می آفریند، قوت می بخشد و حلاوت ایمان را اهل علم حس می کند. وقتی زمانی که حلاوت ایمان را انسان چشید، هیچ گاهی خیش را به هیچ پدیده دیگری معامله نمی کند و به هیچ پدیده تن نمی دهد، چون او می داند که مسیرش از مبدأ به سوی مقصد، به سوی خداوند عظیم و کریم است. قلم گفتیم، قلم یک فریاد ساکت است که امروز قلم بدستان مؤمن، آنانی که از بصیرت برخوردارند، مکلفیت دارند که تاریخ را ترسیم کنند، برای همه عصرها و نسلها از تاریخ مبارزات مردان مؤمن، ملتهای قهرمان، شخصیتهای حماسه ساز، تا به عنوان یک الگو و نمونه از آن استفاده کنند. قلم سند رسمی است، قلم گزارشگر تاریخ است. اگر عظمت قلم را قرآن بیان کرده، به خاطر ایست که ما توسط قلم میراث یک نسل را به نسل دیگری انتقال بدیم. بشک با این مقدمه می رویم به سمت و سویی که پیرامون علم داخل شویم. علم را شخصیت ها با دو بخش تقسیم کردن، علم معاد و علم معاش. گرچه قرآن کریم علم را دستبندی نکرده است، همه علوم را به شکل جامعی، همه علم را به عنوان علم به معرفی گرفته است، که تا مراتب و عظمت و جایگاه هیچ بخش علم از بخش دیگرش عقب نماند و حقیر نشود. عظمت این موضوع را باید بندگان خداوند متعال بدانند. و این علم را به دو بخش تقسیم کردن، یکی علم معاد است
و دیگر علم معاش است. پیرامون علم معاد، امت اسلامی، جهان اسلام، در سرتاسر جهان اسلام صدها هزار مراکز علمی، مراکز تعلیمی و تربیتی، از حوزه های علمیه و مدارس، از مسجد و خانقاه تا دانشگاه ها و پوانتون ها، لیسه ها و مدرسه ها، از شکل ابتدایی تا متوسطه و عالی وجود دارد. و در مضامین هیچ مرکز اسلامی وجود ندارد که مضامین دینی در آن وجود نداشته باشد. علم معاد در حقیقت سازنده شخصیت انسان است. همونطوری که علم طب یک انسان را به عنوان دکتر می سازد، دکتر می داند که در جسم و جانش، در جسم و جان انسان چه چیز ضرر دارد و چه چیز مفاد دارد، و از تمام مسائل در ارتباط به وقایع و علاج مسائل را پیش بینی و مدیریت می کند، و سلامتی جسم را از هر زاویه می بیند تا یک انسان سالم، یک جسم سالم وجود داشته باشد. علم معاد سلامتی روح انسان را تضمین می کند. اما طوری که علم معاش که طب بخشی از علم معاش است و سلامتی مادی انسان را ضمانت می کند و بیمه می کند، علم معاد سلامتی روحی و روانی انسان را. این دو علم لازم و ملزوم هم دیگرند که هم جسم انسان سلیم باشد و هم روح انسان سلیم باشد. شما متوجه باشین که علم معاد انسان را از دروغ گفتن منع میکنه، علم معاد انسان را از قتل، علم معاد انسان را از تعصب، علم معاد انسان را از جهل، علم معاد انسان را از بخل، علم معاد انسان را از ظلم، از بی‌عدالتی، علم معاد انسان را به عنوان انسان سلیم میسازد. یکی از بزرگان میگه که خدا نکند که انسان به مرضی گرفتار شود که مرضی که درد نداشته باشد. پرسان کردن شاگردای عالم بزرگوار، جناب استاد آیا مرضی است که درد نداشته باشد؟ فرمود بله، این مرض به مراتب کشنده تر از سرطان است. وقتی که انسان دروغ بگوید، انسان فریب بده، خود مسلمان بداند، انسان خیانت بکند، و انسانی که استبداد داشته باشد، انسانی که از حقوقش مردم محروم بسازد، انسانی که عدالت اجتماعی را نداند، اینها همه مرض هایی است که به مراتب کشنده تر از سرطان است. یعنی وجدان علم معاد واکسینه سلامتی همه امراض است که انسان را سالم می سازد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم آمد در 13 سال مکه در تربیت تلامیز و فرزندان اسلام، ابو بکرها، عمرها، عثمانها، علیها، فاطمها، عایشهها، خدیجهها و هزاران هزار شخصیتهای دیگری را، اینها را به عنوان انسانهای مؤمن، انسانهای کامل و به عنوان قرآن متحرک به جامعه به معرفی گرفت. مدارسی که مسئولیت دارند در علم معاد، وظیفه آنها انسان سازی است. اگر خدای نخواسته انسان سلیم نسازند و انسان را از جامعه فارغ بتن که او دروغ بگه، انسان را از جامعه، از مدارس فارغ بتن که او به قتل تن بده، و یا انسان را فارغ بتن که او تهجرگرایی بکنه، انسان را فارغ بتن که او ظلم و استبداد داشته باشد، اگر این مدرسه در مکه مکرمه است یا در ازهر است یا در قم است یا در نجف است یا در افغانستان است، باید در روی کردشان تجدید نظر بکنند. دقیقا. چون مدرسه اسلام مدرسه انسان سازی بود. وقتی که کسی آمد به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که ما آمدیم تا ببینم قرآنی که شما میگویید، ببینم قرآن را و ما به معرفی بگیریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از صحابه را به معرفی گرفت، یعنی قرآن متحرک است. گفت که کتاب نیست، یا آدم است. گفت که ایشان عمل کردشان قرآنی است، هر عملی که انجام میده عملی از خود قرآن است، خود قرآن متحرک است. بله. یعنی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم
از علم معاد قرآنهای متحرک می سازد. دقیقا امروز مکلفیت آحاد علمای جامعه اسلامی این است همه اوزه های علمی از ازهر گرفته تا قم، از قم گرفته تا نجف و نجف گرفته تا مدرسه زیتونه تونس، از مدرسه زیتونه تونس تا مدرسه دیوبند، که اینها انسان های کامل را بسازند تا در برابر قضایا به عنوان قرآن متحرک عمل بکنند. وقتی که ای علم معاد در جهت سازندگی، در جهت قرار گرفت که وارث واقعی انبیا در جامعه تقدیم کرد، این وضعیت وضعیتی است که جامعه اسلامی را دگرگون میکنه. اما طور که اقبال رحمت الله علیه فرمود، قرآن اگر در قلوب انسان داخل شد، در مغز و فکر انسان داخل شد، انسان را انسانی دیگر می سازد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. وقتی که اجابت به دعوت خدا و رسول الله انسان بکند، غیر این حیات، حیاتی دیگری خداوند به او موهبت میبخشد. او حیات، حیات طیبه است، پیوندی بین از او و خداوند برقرار میشه. او انسان، انسان دیگری میشه. او انسان المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرک العواصف، او مانند کوهی است که در هیچ امری تسلیم استبداد و ظلم نمیشه و هیچ گاهی در سردی ها نمی لرزه و هیچ زمانی در گرمی ها نمی سوزد. او ابراهیم است که در بیان آتش نمرود بردن و سلاما می گردد. او موسی است که در میان رود نیل نجات پیدا می کند. او یونس است که در عمق بحر در بطن ماهی سالم به بیرون می آید. او همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم جامعه را به سوی نور هدایت می کند، دربهای بسته را بروی مردم باز می کند، دربهای بسته را نمیشکند، با کلید عقل و منطق و شریعت باز می کند، جامعه را نه با زور و زر و تزویر بلکه با منطق و شریعت اداره می کند، از جامعه جهل و شرک مکه جامعه توحیدی می سازد، از جاهلترین انسان عرب بادیه نشین با عزتترین انسان ها می سازد که تا به امروز بر آن افتخار می کند. علم معاد علم انسان ساز است، علم قرآنی است. متاسفانه امروز ما همچنان که در جهان اسلام مشکلات بزرگ و مضاعفی در راستای علم عصری یا علم معاش داریم، در علم معاد به مراتب بالاتر از آن داریم. چرا امروز متاسفانه در جامعه اسلامی ظلم روا دانسته می شود؟ استبداد وجود دارد. چرا به استبداد تن می دهند؟ چرا به طاغوت تسلیمند؟ اگر اینها به علم معاد مسلحند، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، یک روی سکه اسلام ایمان به خداست و روی دیگر آن بیزاری از طاغوت و مقابله در برابر طواغیت است. امروز متاسفانه خود را مسلمان می دانند، امر آمر امروانه ایشان سردمداران طواغیت هند. بدون اجازه طاغوت جرعه آب را نمی نوشند، قدرت ندارند که با برادران مسلمانشان کمک بکنند. دوستی با کفار به یک اسم تبدیل شده است و دشمنی با مسلمان ها به یک قب. این همه مسائلی است که جهان اسلام از علم معاد، علم الهی و معنوی و علم قرآن فاصله گرفتند. در بخش علم معاش می رویم. متاسفانه ما در ارتباط علم معاش هم مشکلات بسیار عظیمی داریم. زمانی که امت اسلامی علم معاد و علم معاش را به صورت متوازن در تمام مراکز تدریس می شد، جهان اسلام تمدن ساز بود. دقیقا. جهان اسلام مخترعین اکثر از جهان اسلام، شخصیت های بزرگ در جهان اسلام از ابن خلدون گرفته ابن تا مولانای بلخی تا سید جمال الدین رحمت الله علیه، خوارزمی، ابن سینا، اینا همه شخصیت هایی بودن که هم در حوزه های علم معاد و هم علم معاش
دو ماشینه بودن، از هر دو ماشینی از اینها فعال بود و جامعه را به سوی شکوفایی میکشاندن. شما دقیقا ببینید که مخترعینی که در آغاز تمدن اسلامی و شکل دهنده تمدن اسلامی علمای امت اسلامی بود، امروز آثار و مدارکش در اسپانیه امروز و اندلس دیروز قابل رؤیت است. زمانی که مسلمان ها شفاخانه ها داشتند، زمانی که مسلمان ها دانشگاه ایجاد کردند، زمانی که مسلمان ها مراکز تحقیق و کتابخانه ها داشتند، زمانی که مسلمان ها به بهداشت و صحت اهتمام داشتند و بله سلامتی جامعه را، پاکی و طهارت را شرط ایمان می دانستند، غربی ها زندگی ایوانی داشتند. دقیقا زمانی که امت اسلامی به زن ارج گذاشت، شرداری شهر مدینه یک زن بود. زمانی که عظمت و جایگاهی که در میان مرد و زن اسلام در فراگیری علم و دانش، در مدیریت و رهبری جامعه، اسلام مدیریتی داشت که اون زمان قرآن محجور نبود. آن زمان در نبود محجوریت قرآن، اسلام هم محکوم نبود و مسلمان ها هم در بردگی و اسارت به سر نمی بردن. آن زمانی که مسلمان ها از علوم عصری استفاده می کردن، زراعتشان شکوفا بود، محتاج هیچ کشوری از کشورهای بیگانه و دشمن نبودند. زمانی که مسلمان ها در معادن با مو علم امان زمان دسترسی داشتند، زمانی که مسلمان ها در طب دست بالا داشتند، ابن سینا ها داشتند، مسلمان ها حرف اول را در جهان می زدند. امروز وضعیت کنونی ما اگر بررسی بکنیم و دقت بکنیم، راهکاری که در جهت بیرون رفت از این وضعیت مهلکه و این وضعیت که امت اسلامی را در تهلکه کشانده، از کدام طریق ما می توانیم به موفقیت برسیم؟ اما شروط اساسی آزادی و استقلال و زعامت سلیم است که با زعامت سلیم ما می توانیم که اردو بود، اردو بال توانمند امت اسلام را، علم معاد و علم معاش را فعال بسازیم. شما متوجه باشین که امتی که همه مریضن در به شفاخانه ها ضرورت دارند. در افغانستان هیچ انسانی نمیبینه که مشکلات مریضی نداشته باشد. ما به علم معادی که دکتران متخصص هم در بخش ذکور و اناس داشته باشیم که خواهران ما را خواهران ما مداوا بکنند و برادران ما را برادران ما مداوا بکنند. ما همچنان بر استخراج معادن مهندسین ضرورت داریم که دیگر نیاز نباشد مهندسین چینایی و امریکایی در استخراج معادن بیایند و ما ندانیم که از معادن ما چه استخراج میکنند و از آن چه استفاده میکنند. وقتی که ما بتانیم که صنعت را را اندازی بکنیم، مواد خام ما به کشورها نمی رود. ما یک تن را به 1000 دلار نمی فروشیم و نیم تن را به 1000 دلار نمی خریم. یعنی موبایلی که مواد خامی از کشورهای اسلامی به کشورهای غیر اسلامی برده می شود، در مقابل یک تن مواد خام کشورهای اسلامی 300 گرام 200 گرام مواد پخته می شود و در اختیار مسلمان ها قرار گرفته می شود. ما اگر این توانمندی علمی را در چرخاندن چرخ اقتصاد، در ایجاد سنت و فابریکات داشته باشیم، چی نیاز داریم که در هر خانه ما موبایل چینایی یا امریکایی یا اروپایی را خریداری بکنیم؟ مهندسین خود ما می توانند این کار را انجام بدهد. ما اگر مخترعین برای کامپیوتر داشته باشیم، ما اگر سازنده های کامپیوتر داشته باشیم، مهندسی در هیچ خانه نیست کامپیوتر وجود نداشته باشد. از غریب ترین خانه امکانات پول لقمه نانشان را در بدل خریداری کامپیوترها و بیرون داده می شود. بله. ما اگر مهندسین داشته باشیم که آبهایی که سیلاب ها را سد سازی بکنند، ما می توانیم از این آب برای کشاورزی، برای زراعت استفاده میکنیم. افغانستانی که هم آب دارد و هم خاک دارد، اما منتظر آمدن چند بوری گندم های تاریخ تیر شده هندوستان و قزاقستان است. سرزدشت هایی که توانمند دارد. شما دقت بکنین که ما زمانی از فقر بیرون میشویم که از علم معاش استفاده بکنیم. ما
علمای زراعت داشته باشیم، مهندس داشته باشیم، مخترع داشته باشیم. ما زمانی ما موفق می شویم که مریض های خود از افغانستان بیرون نبریم، ما دکترهای حاضر داشته باشیم. ما زمانی می توانیم که در علم سیاست حرف اول را داشته باشیم، از قانون و مقررات جهانی آگاه باشیم که با زبانهای مروج دنیا، زبانهای حاکم دنیا ما باید مسلط شویم، هم بتوانیم جهان را دعوت بدیم و هم در دیپلماسی از قضایا و موقف کشور دفاع بکنیم. ما زمانی می توانیم که به اقتدار نظامی دست پیدا بکنیم که ما فابریکات تولید تسلیحات و امکاناتی که در کاربرد نظامی داشته باشه خود ما بسازیم. شما دقیقاً متوجه باشین که امروز ما از هر منظر، از هر زاویه متاسفانه جهان اسلام به ویژه کشور ما افغانستان عقب مانده. متاسفانه از عمر دانشگاه کابل یا پوانتون کابل 150 سال سپری می شود و از عمر اکادمی علوم هم مدت تقریبا بیش از 5 دهه سپری می گردد. اگر به صورت دقیق و عمیق کارکرده های این دو نهاد بزرگ اکادمیک را مورد مطالعه قرار بدهین، ما هیچ نوع تولید علم که افغانستان را در ردیف مراکز تحقیقات علمی جهان قرار بدهد و افغانستان را به معرفی بگیرد که مراکز اکادمیک افغانستان در تولید علم ای جایگاه و موقعیت را دارد. طی 150 سال ما هیچ نوع مخترعین نداریم که ما در جهان به معرفی بگیریم که اگر کشور تلویزیون را اختراع کرد، افغانستان این دستگاه را اختراع کرد. تنها چیزی که ما در افغانستان داریم مالاسف، هر چیزی که در دنیا ساخته شود ما در افغانستان نابودش بسازیم. دقیقا ما مهندسین ما، دکترای ما متاسفانه تعدادی میگویند که دربهای دانشگاه بروی دختران باز شود. ما باز شدن دربهای دانشگاه را تنها به این نمیگیم، به این کفایت نمیکنه. ما تحقیقات بنیادی برای تولید علم، برای نجات کشور ما از فقر، برای نجات کشور ما از وابستگی، برای نجات کشور ما از اسارت و مظلومیت، برای نجات کشور ما از مقروضیت و از این حالتی که ما منتظر ای باشیم که کالاهای دست دوستی چی وقت به ما برسه و با او افتخار بکنیم. امت اسلامی امت گدا نیست، امت فقیر نیست. امت اسلامی باید به فقر تن ندهد. قرآن کریم می فرماید و اعد له ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل. خداوند متعال در قرآن کریم مستقیما فرمان جدی صادر میکنه که مسلمان ها آمادگی عام و تام داشته باشند. مسلمان ها از هر منظری، از هر زاویه توانمندی های کامل داشته باشند که تا دشمن از قدرت و توانمندی های مسلمان، امت اسلامی، دولت اسلامی به هر عنوانی که نام با بگذاریم، امارت اسلامی، خلافت اسلامی، هر نامی که به عنوان کشورهای اسلامی است، از توانمندی اینها باید دشمن حراس داشته باشد. شما متوجه باشین که اگر دانشگاه های ما در راستای ساخت تجهیزات کار میکردن، امروز هیچ نوع ما تجهیزات نداریم که ما در افغانستان تولید بکنیم. امروز ما حتی یک بایسکل را هم در افغانستان نمیتوانیم بسازیم. امروز اگر کوچکترین چیزی که برای ترمیم حتی وسایط ماست باید از بیرون بیاید. در ارتباط با موضوع تولید ادویه، افغانستان سرزمینی که خداوند متعال انواع گیاه داده است و سرزمینی که خودش دواخانه های بزرگ طبیعت است که خداوند متعال این دواخانه بزرگ را آفریده، اگر ما بتوانیم تحقیقات علمی را در راستای تولید ادویه با کارسازی و دانشکده های دواسازی را اندازی بکنیم، افغانستان خود میتوانه که ثلث دنیا را ادویه تولید بکنه با کیفیت بسیار بالا، با کیفیت بسیار عالی، که ادویه افغانستان جایگاهی بسیار بالا را داشته باشد. به صورت کلی اگر ما اهمیت و جایگاه علوم اثری را با در نظر شرایط موجوده
که وابستگی ما را با علوم عصری در جهت نجات و عبور از بحران تضمین می کند، امروز علوم عصری که ما را به عزت می رساند، علوم عصری که ما را به اقتدار می رساند، علوم عصری که سلامتی ما را بیمه می کند، علوم عصری همچنان علوم دینی به یک وجیبه تبدیل شده است که باید ما این را بدانیم. دیروز رژیم های استبدادی وابسته به قدرت های استعماری دین ستیزی می کردن، به حوزه های علمیه یا مدارس اجنا و اهتمام نداشتن، علما را سبوک می دانستن و علما را به جرم دعوتگری به زندان می انداختن، راهی زندان می ساختن. ما علمایی داریم که بیش از 20 مرتبه به زندان رفتن، جرمشان بیداری در برابر بیدادگران بود. جرمشان این بود که علوم عصری و علوم دینی را به فرزندان افغانستان فرا بگیرند، افغانستان از وابستگی به شرق و غرب نجات پیدا بکند. ما مهندس از خود داشته باشیم، دکتر از خود داشته باشیم، ما در علوم معاد هم شخصیت هایی داشته باشیم که اینها توانمندی رهبری و هدایت در جهت انسان سازی. وقتی که یک عالم به جامعه به معرفی گرفته شود، با تمام معنا یک عالم وارثی از انبیا باشد. بناهن در چنین شرایطی برای امت اسلامی به طور عام، برای افغانستان به طور خاص، فراگیری علم دانش، فراگیری علم دانش هم در علم معاد و هم در علم معاش یک فریضه است، یک واجب است. شما متوجه باشین که کشورهایی که از معادن و امکانات بسیار وسیع برخوردارند، بحرهای از نفت دارند، اما که از علوم عصری، از توانمندی های علوم عصری برخوردار نیستن، امروز برده بردگانن. امروز عربستان سعودی جزی از کشورهای مستعمره ایالات متحده آمریکاست. کشورهای امارات متحده عرب در چه وضعیت قرار داره؟ کشورهای دیگری، کویت با این امکانات بسیار بزرگ، بنابر نداشتن شخصیت های علمی اکادمیک، بنابر نبود مهندس، نبود دکتر، نبود عالم در همه رشته ها، امروز برده یک دیگرانن. نه استقلال سیاسی دارن، نه استقلال اقتصادی دارن، نه استقلال نظامی دارن، نه استقلال امنیتی دارن. جهان اسلام را چرا تشویق میکردن؟ امروز دشمنی قدرت های طاغوتی در برابر بعضی کشورها به خاطر داشتن مدارسشان نیست، به خاطر این نیست که اینها مراکز دارالافاضای بزرگ دارن. در دشمنیشان به خاطر مجاهدت و دانش و علمشان است. هر کشوری که توانمندی های علمی دارن، هر کشوری که در تولید علم نقش داره، هر کشوری توانمندی های بالقوه دارن، در برابر از او غرب دشمنی دارن. دشمنی غرب در برابر تعداد از کشورهای اسلامی اصلا در برابر علم و دانش آنهاست. چرا در کشور مصر یک مرحله پیشرفت هایی وجود داشت؟ چرا در ترکیه کودتایی را در برابر اردوغان تنظیم کردند؟ ترکیه در مدار علمی دستاوردهای خیلی عالی دارد، بر علاوه که مشکلات خیلی بزرگی دارد، هنوز نتوانستند خود را در مسیر دین و دین مداری جز نام خود برابر بکنند، هنوز در مسیر اسلام برابر و عیار نیستند، اما نامی از اسلام را وقتی که با علم پیوند بخورد دشمنان تحمل ندارند. این ترکیه که با همه آزادی ها بنابر جرمی که در تولید علم نقش داره، دشمن تحمل رو نداره که یک کشوری به نام کشور اسلامی و کشور مسلمان قدرت و توانمندی علم را داشته باشد. همچنان مصر را به این وضعیت که کشاندن که یکی از برده های خود را بر آن حاکم ساختن و تمام دانشمندان، متخصصین، دکتران آن مجرب را به زندان ها کشاندن و شهید محمد مرسی را در برابرش کودتا کردن، و کودتا در برابر علم بود. اگر محمد مرسی یک حکومت اسلامی علمی که در آن علم معاد و علم معاش در او جمع بود جمع می شد، مصر از اسارت نجات پیدا می کرد. امروز در برابر اسرائیل، در این مظلومیت ملت مسلمان فلسطین، در جرم برادران و خواهران مسلمان فلسطین قرار می گرفت. امت اسلامی جز برگشت به اصل خیش ندارد. و این عدتم عدنا، اگر شما با آغوش رحمت خدا برمیگردید، رحمت خداوند و نصرت خداوند شامل حال شما میگردد.
ان شاء همونطوری که الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور داد، وقتی که اطلاع حاصل کرد در یمن سلاح اختراع شده است و مجاهدین دستور داد که بروین فرا بگیرید، و در شرایط کنونی یکی از مسئولیت و مکلفیت های ما و آحادی امت اسلامی است که با سلاح علم روز خود را تجهیز بکنند، به عنوان دکتر، به عنوان انجینر، به عنوان مهندس، به عنوان شخصیت های اکادمیک که در تولید علم نقش داشته باشند، نه دانشگاه های ما مثل دانشگاه کابل باشد و نه اوزه های ما خدای نخواسته اوزه هایی باشد که انسان هایی را به جامعه تقدیم کند اما بصیرت نداشته باشد. دقیقا، بسیار زیاد تشکر جناب استاد از توضیحات مفصل عالمانه ام جانبه شما در مورد ارزش علم، آموزش علم معاش و علم معاد. قدر روشنی خوب انداختین که ما جای برای پرسش دیگه باقی نمیمونه. و مو قول علامه اقبال که میگه این کتاب نیست، چیزی دیگر است، چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. اگر واقعا فرمودات قرآن ما می فهمیدیم و با او عمل می کردیم، ما جهان دیگر می ساختیم. و همونطور که در صدر اسلام، همونطور که به حساب تا 8 قرن اسلام حکومت می کرد، امپراتوری داشت و از شرق تا از چین گرفته تا اندلس و هسپانیا همش زیر سیطره کلمه توحیدی لا اله الا الله محمد رسول الله، نه تنها از نگاه نظامی بود بلکه از نگاه علم ساینس و تکنولوژی هم. مسلمان ها امیال در امریکا، ما موزیم هوایی داریم، ما موزیم هایی داریم که در او بخش بسیار عمده از او را ستاره شناسا و نجومی های عالم اسلام در اوج تذکر داده شده که اینی آدما از عالم اسلام، مثلا ظهیرالدین فاریابی یا محمود ریاضی یا کلشان کسایی هستند که تهداب و اساس بنیاد ساینس اینا گذاشتن. مثلا عدد صفر که چقدر ارزش در علم ساینس داره، ایره ای مخترعش یا مکتشفش یک مسلمان بوده. متاسفانه از وقتی که ما از قرآن به قول شما محجور شدیم و قرآن من حیث یک کتاب مرده ها استفاده کردیم که فقط در ختمه های مرده او را بخوانیم، و یا در وقتی که از این ماه رمضان به دیگه ماه رمضان عربی از او را بشنویم و ختمه های ده شبه کنیم یا ختمه های سه شبه کنیم و به می دل ما خوش باشه که ما ختم قرآن کردیم. مگر وقتی که اگر عملا ببینیم، ما به قرآن اصلا پای نبردیم که چی گفتم، به خاطر که امو حدیث معروفی که اگر مسلمان میخواد با خدا حرف بزنه نماز بخونه، و اگر میخواد خدا با او حرف بزنه قرآن بخونه. ما از اردوی از این نعمت محروم بودیم. عالم اسلام، نه تنها که جامعه افغانستان، بلکه تمام عالم اسلام محجور بوده و کلام ذوالجلال یک کتاب زینتی یا اساطیر الاولین نعوذ بالله فکر کردن و تا قبلا ماندن، و خوش به این هستند که پوشای مختلف کردن و او را هیچ وقت استفاده نکردن، بلکه از امی فرمول ها کشورهای غربی استفاده کردن. امی فرمول های را که قرآن بر ما داده بود که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن می بودیم، اگر ما مؤمن می بودیم باید در مقام اعلا می بودیم. چرا به این خواری و ذلت قسم که شما شمردین از عربستان سعودی گرفته که مهد اسلام است تا به کشورهای بساب که بزرگترین پوهنتونه های اسلامی را داره که الازهر معروفترین پوهنتون جهان اسلام است، ما همه ما به پای غرب افتادیم و ایده ما به پای شرق افتادیم و امروز امپراتوری بساب کمونیسم سرخ چین جای کمونیسم اتحاد شوروی را گرفته و بازم پای نقش پایشان در کل کشورهای اسلامی دیده میشه. به هر حال آله شما اینقدر توضیحات بسزا دادین در مورد ارزش علم معاش و علم معاد که حرف نمیمانه، گرچه اشارات داشتین در مورد آموزش علم. یک تعداد از کسای آل پیدا شدن مخصوصا در کشور ما که تو فکر میکنن که آموزش علم معاصر یا ساینس مباح است، ای ضرورت نیست، در صورتی که آیت قرآن ای گپ نمیزنه وقتی که میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، شما از اهل ذکر پرسان کنین. و به دو آیت دیگه میگه که کسی که میفهمه و کسی که نمیفهمه یک برابر است. آیا ای فهمیدن و نفهمیدن تنها در بخش علم معاش است یا در بخش علم معاد است؟ اینال اینی منجه به می کسایی که فکر میکنن که علم معاش
آموزشش مباح است، نه فرض، در صورتی که آیت قرآن تقریبا ایره وجیبه میدانه که ما باید بفهمیم او چیزی را که نمیفهمیم. ما باید از کسایی که اهل دانش است پرسان بکنیم، از یک اقتصاددان در مورد مشکلات اقتصادی خود پرسان کنیم، از یک دکتر در مورد مشکلات جسمی خود پرسان کنیم، از یک عالم دین در مورد نادانی های خود در مورد احکام دین پرسان بکنیم. متاسفانه اینمی تقسیم وظایف نشده. شما به تو آدما چی میگین؟ به تو آدمایی که علم مباح میدانن، علم ساینسی را مباح میدانن و علم معاشم، علم معادم تنها محدود کردن به می که تنها بخش تجوید و صرف نحو عربی را باید یاد بگیرن و همی پنج بنای اسلام را یاد بگیرن، بالاتر از در عمق قرآن داخل نشدن. به تو آدم ها شما چی گفتنی دارین؟ استاد، در افغانستان علما دو سی نیست که ما نظر افراد انگوش شمار نظر همه علما بدن. خوشبختانه علمای بسیار بزرگی از هرات تا بلخ، از بلخ تا قندهار، از قندهار تا لوگر و پکتیا وجود داره که موقفشان روشن است. ما امروز ما یک سخنرانی مولوی شهاب‌الدین دلاور شنیدم که با سرعت موضوع در پیرامون علم صحبت داشت و ایره یک فریضه دانست. همطور شخصیت های بزرگ دیگری که در بلخ هستند، علمای بزرگ دیگری که در جلال آباد هستند. ما کوشش بکنیم که لیوان یا چیز پر را ببینیم، جهت خالیش نبینیم. اینطور افرادی پیدا میشه، در گذشته هم بودن، متاسفانه افرادی هستند که علم کامل ندارن، از دین آگاهی لازم ندارن. وقتی که چیز عالم کامل نباشن، مثل که دکتری که یک سمستر تو سمستر خوانده باشه و لباس طب برش بپوشانی، او چگونه میتونه عمل بکنه، او چگونه میتونه مرض تجویز بکنه. اسلام دین اسلام یک نظام تام کامل سیستماتیک ارگانیک است. اگر هر عضو آن را نقص کنی به نقص کل می انجامد. بله سیستم و ساختاری که اسلام به معرفی گرفته یک ساختار ابتر و معیوب نیست. علم اسلام آمد عقل را با وی آشتی داد، گذشته در بله مقابل عقل پیر بودند. اسلام آمد نه تنها از عالم مسلمان بلکه به عالمی که غیر مسلمان بود با او احترام و حرمت گذاشت. ما در دقیقاً تاریخ اسلام ببینیم که به همه مخترعین، به همه مکتشفین، به همه که دانش داشتن، زعمای کشورهای اسلامی به اونها احترام و حرمت داشتن. حتی در جنگ ها وقتی که یک عالمی دستگیر می شد، در جنگ او با احترام و حرمت مورد محافظت قرار داده می شد. بله نظام اسلام ندارد به ذات خود عیبی، ار عیبی که از در مسلمانی ماست. شما کوشش بکنین که الگو کسایی را انتخاب کنین که آنها کاملند، آنها جامعند، یا به کامل بودن قریبند یا به حقیقت نزدیکند. متاسفانه هایی که مبتدی هستند، آنهایی که به حقیقت پی نبردند، نمیدانند، آنها به تعریف علم نمیدانند، آنها به ماهیت علم نمیدانند، آنها جایگاه علم و جایگاه علم آگاهی ندارند. وقتی که ما به قرآن میبینیم، زمانی که خداوند متعال به آدم همه چیز آموخت و آدم مسجود ملائک ساخت، بررسی عمیق شد که چه کلمات را به آدم آموخت و این مسائل را بررسی و تحقیق شد که شامل علم معاد است یا علم معاش است. بررسی تحقیق بکنیم ما مسائل را، ما از قرآن مورد پژوهش مورد تحقیق قرار بدیم. در قرآن کریم هیچگاه علم را به چند بخش تقسیم نکرده، به صورت کلی به عنوان علم پیشکش کرده تا همه باید ما به این ارج بگذاریم. همونطوری که خداوند متعال در میان اسمایش، اسمای ذات خدا، در میان دوستایش، اما دوستی و حقیقی و حقیق واقعی خدا به معرفی نگرفت، بر همه بنده ها، به همه مسلمان ها مورد محبت قرار داده شود. در میان شب های مبارک رمضان شب قدر را مشخص نساخت تا به همه شب های رمضان مبارک حرمت شود. در ارتباط علوم، همه علوم ارتباط مستقیم میگیره. خالق همه علوم خداوند متعال است. هیچ شک کسی این علم را خلق نکرده و در این استقامت ارتباط مستقیم به خداوند رحمان میگیره.
اسلام به همه علوم و همه دانشمندان عرض گذاشته، اسلام دین تمدن ساز است. دقیقا. بسیار تشکر استاد محترم، اینه به خاطر موضوع یادآوری کردم که شما میفهمین بیشتر خودتان. بسیار خوب گفتین که قرآن مهجور شده از مسلمان ها و متاسفانه مسلمان ها از قرآن اطور که شاید باید، مخصوصا مسلمان های عجمی افغانستان که بالاتر از 80%ش از نعمت سواد محروم هستند، پس بنان اینا حرف امی ملاهای که دکترای نیمچه دکتر هستند، به قول شما نیمچه ملا هستند، امینا را معیار قرار میدن و تقریبا میپذیرن امیره، که متاسفانه شو درست است دیگه، علم علم دین است، از امو خاطر باید به حساب ما تنها اولادای خود مدرسه روان کنیم، در صورتی که هر دو علم معاش و علم معاد مثل بال پرنده انسان است که هر دوی از یک جای اگر به حساب پرواز بکنه، حرکت بکنه، انسان به معراج میرسانه. چوشم از پی علم باید گداخت که به علم نتوان خدا را شناخت. اینال اینمی علم را که آدم باید بشناسه و تاسته از خدا را بشناسه، ای علمی است که علم معاد در قلب باشه، علم معاش در سر باشه، هر دوی از با همدیگه تماس داشته باشه که انسان به معراج برسانه. به هر حال اقدر زیبا صحبت کردین و وقتی که به سرعت تیر میشه استاد، که من ایران میمونم که سوال آخر خوده، گرچه شما اشاراتی داشتین که آیا آموزش علم تنها بر مرد فرض است و زن باید تنها اما قدر علم یاد بگیره که سواد نوشتن و خواندن بفهمد، دیگه بس است، کفایت میکنم، و زن نباید تحصیلات عالی داشته باشد، زن نباید عالم و دانشمند باشد، و زن نباید بساب با غیر علم دینی، وظیفه زن تنها آشپزی پختن و جارو کردن باشه. امی مسائل اگر به حساب یک کم روشنی پرتین، که متاسفانه شما از ما که بیشتر در داخل جریانات هستین و رنجش بیشتر احساس میکنین، که واقعا اقرأ بر مرد نازل شده. من با یکی از نماینده های طالبا بحثی داشتم و او امیره میگفت که اقرا کلمه است که مذکر است و این تنها بر مرد گفته شده که بخوان بر زن گفته نشده. شما به همچو به حساب عالم نماها چی میگین؟ ما فکر نمی کنم که یک برنامه‌ای که به شما اعتماد دارم که چنین کسی باشه که قرآن کریم کتاب مردا به معرفی بگیرد. قرآن کریم کتاب همه بنده های خداست، بله اما نه تنها انسان، حتی برای جن هم است. بله جنیات هم از قرآن بهره برده. این قرآن و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، قرآن پیامبری که قرآن سرمایه ثمره ارتباط وحیانی میان خدا و رسول الله در طی مدت 23 سال برای همه بشریت، برای همه عالمیان است. این قرآن کتاب دست ناخورده است که متعلق به یک بخش و یک قشر نیست. تمام آیات قرآن، ما سوره نساء داریم که خانم ها محکم بگیرن که این سوره از ماست که مردها حق نداره، برام این سوره زن. ما سوره مریم داریم بله که داستان بسیار بزرگی در قرآن. قرآن کریم به شکل متوازن همه مسائل را در نظر گرفته. ما در قرآن سوره کوثر داریم. شما متوجه باشین که اگر ما بحث مذکر و مؤنث در ارتباط قضایا و اسما مورد مطالعه قرار بدیم، بیشترین اسما مؤنث است قبل از اینکه مذکر باشه. بله دنیا، قمر، ما غزال، دریا، تمام آن چیزی که در طبیعت میبینیم، اکثری از این قبل از این که این به استقامت مستقیما با نام خانم ها وصلن، زن و مرد جغرافیش جدا نسازند. زن بدون مرد کامل نیست، مرد بدون زن ایمانش تکمیل نیست. این دقیقا دو شخصیت روح و جسمن، اینا رفیقن نه رقیبن، اینها یار یاور هم دیگرن. از محبت های از اینها خداوند متعال بهترین فرزندا عنایت می فرماید. اگر جغرافی های از اینها جدا باشه، نسل انسانی قطع می شود، ماهیت جهان و انسانیت بر هم می خوره. حرکت های فیمنیزم اسلام مردود می دانه. خدای نخواسته ما کاری نکنیم که به آسیاب جریان های فیمنیستی آب بریزیم، اونها را خوشحال بسازیم. نه، قرآن کتاب خواهران و برادران است. ما در ارتباط تعلیم و تربیه آنچه که مسئولیت های خواهران را میبینم،
فراگیری علم و دانش به مراتب مهمتر از مردها برای زنهاست. بله زنها هستند که گلهای خانواده را پرورش میدن. اگر بله دهقان جاهل و نادان باشه، اگر دهقان بی کفایت باشه، اگر بله این دهقان این باغبان باغبان سالم نباشه، این باغبان باغبان فهیمه نباشه، گلهای خانه ما را پژمرده می سازد، پرپر می سازد. اسلام مدرسه زن را به عنوان مدرسه به معرفی گرفته. دقیق زن مدرسه است. آیا مدرسه محل درس است؟ آیا مدرسه جای کتاب و کتابخانه است؟ یا مدرسه وادی جهل؟ بله ام به عنوان مدرسه به معرفی گرفته. ام مرکز تحصیل و تعلیم و تربیت و عفت و پاکی و خداشناسی است. بشک زن باید خدا را بشناسد، با همه تجهیزات علوم عصری تجهیز شود، بداند تا یک مقدمی که اطفالش مریض است و در راستای طب معلومات کافی داشته باشد. بله وقتی که در ارتباط مسائل اقتصادی مأمور و حاکم و پادشاه خانواده زن است. اگر او اقتصاددان نباشد و قبر شوهرش میکنه، خراب میکنه، نابودش میسازد بله و هر چیزی که در بازار دید خریداری میکنه، اما بودجه خود، امکانات خود، درآمد خود محاسبه ندارد. زن اگر اقتصاددان نباشد، زن اگر به طب آگاهی نداشته باشد، زن اگر بصیرت نداشته باشد، خانه رو جهنم میکنه و خانه دیگه تاریک میشه و خانه ظلمت کده میشه و خانه برای همیش نابود میشه. متاسفانه کسایی که یک روز دانشگاه را ندیدن، فضای باز پوانتون را نمیدانند، از دقیق فضا و برکت شهرنشینی مطلع نیستند، آنها متاسفانه سر بعضی مسائل آگاهی ندارند. با اونها توصیه می است که آنها مطالعه بکنند، علمشان را بالا ببرند و در ارتباط به قضایای مهم کشور کسای حرف بزنند که عالم کاملند، عالم وارستند، عالم با تمام معنا هستند. بسیار زیاد تشکر میکنم، امیدوار هستم که بحث های دیگه هم می ارتباط ما شما داشته باشیم. وان حسن اختتام میخوانم که میگه با کمال تاسف که انگلیس و غیر استعمار جویان در همه آوان که خواستند جامعه ما را به زیر نفوذ قدرت خود درآورند، اولین راه کامیابیشان به لباس و عنانات قوم وارد شدند و سپس به استثماریت شوم خیش جاده ها را گشادن بوده است. چرا به پس منظر این حقیقت متوجه نمی شوند که اجانب از این روش چی استفاده های سو کرده؟ علامه صاحب، من حیث یک طبیب حاذقه معنوی برای جامعه افغانستان در قدم اول و برای جامعه بشریت در قدم دوم توصیه می کنه اولین رهنمای این ادوار علم معاش را به خوبی دانستن و علم معاد را به نیکویی به کار بستن باشد و بس. علم معاد به جبر و زور نمیشه، لا اکراه فی الدین. با یک مناجات برنامه را به اختتام میبند که یا وهاب الملک القدوس، نجات ما را از پشت دیوارهای نفس و شیطان با همه اهل بیت خاندان و معانان و همه مسلمانان و کلیه معاصرین زمان ما و بعدشان، تا جایی که ذات با عظمت تو اراده فرموده و منور گردان همه را و توسط ما و رهبر عزیز ما و کافه پاکان و معانان به نور ایمان و صفایت اسلام، یا عظیم سبحان، یا کریم دیان، یا رحیم و غفران، تقبل منا انك انت السميع العليم. امين. بحرمه اسمائك المخزون المكنون الجليل العجل العظيم العظمك، اننا مغروب فانتصر بعزك وجلالك يا قدوس المقدس، واتجل بقبولها يا قاضي الحاجات. باز ما مو دعاي معسوري لك شعت سال بيش جناب علامه صاحب فیضانی بر امت اسلام و بر مخصوص مردم افغانستان عرضه کرده بودند که خدمت جونی کرده نمیتونی، خدمت مالی کرده نمیتونی، حداقل خدمت زبانی بکن. بگو الهی نصرت او کسایی را که ناصرین حق دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم، و بگردان ما را جمله از اونا، و الهی خوار بگردان او کسایی را که خوار میکنه دین مقدس اسلام، امت اسلام، و الهی ما را جمله نگردانی، بلکه ما را وسیله هدایت و راهنمایی قرار بدی. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.